الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معبود برحق رو حمد می يجيم که فرصت دیگر رو در اختیار ما گذاشت تا به اذن ایشان با موضوعی جدید در سلسله برنامه های آداب اسلامی در کنار شما بینندگان عزیز باشیم ادب دیگر از آداب اسلامی رو فرا بگیریم و اون رو در زندگی روزمره خود به آن جامعه عمل بپوشانیم که این هدف اصلی ماست جامعه عمل پوشاندن با آنچه که ما یاد میگیریم آری در این درس های خودمون ما به سراغ فرمایشات الهی میریم به سراغ فرمایشات الگو و عصفه خودمون رسول الله صلی الله علیه و سلم میریم تا این ادب رو به خوبی یاد بگیریم و سپس در زندگی روزمره خودمون به اون عمل کنیم ادبی که ما برای درس امروز خودمون برنامه امروز خودمون انتخاب کردیم و احتمالا در برنامه آینده نیز در همین رابطه صحبت خواهیم کرد ادبی بسیار مهم ادبی است که ما در هر لحظه از زندگی خودمون به اون احتیاج داریم در برخورد خودمون با خانواده با زن با فرزندان سر کار با همکاران در هر جایی ما به آن احتیاج داریم و این ادب نمایانگر شخصیت انسان هست نمایانگر فکر و اندیشه اوست و منزلت او این ادب مهم بینندگان عزیز ادب سخن گفتن هست آداب سخن گفتن یک انسان مسلمان هنگامی که سخن میگه به چه مطالبی بایستی به اونها توجه کنه که سخنی بگه در چارچوب شریعت اسلامی سخنی بگه که باعث رضایت الله سبحانه و تعالی از او بشه و همچنین مردم از او راضی باشند ما در این درس خودمون به همون گونه گفتم به سراغ آیات قرآن مجید و احادیث رسول الله صلی الله علیه و میریم و برخی از این آداب آشنا میشیم و مراد ما از آداب سخن گفتن بینندگان عزیز سخن گفتن در هر جا هست یعنی سخن گفتنی که انسان به قول معروف به صورت خودمونی در خانواده با زن و بچه و فرزندان خودش و سر و کار با دوستان و آشنایان داره و همچنین سخن گفتن در مجالس رسمی تمامی اینها را ما انتخاب کردیم برخی از نکاتی که بایستی به اونها توجه بشه و در برنامه خودمون به اونها اشاره میکنیم اما قبل از اینکه به این آداب بپردازیم مقدمه ای در این رابطه داریم که بایستی به اون توجه کنیم بینندگان عزیز خواهران گرامی برادران محترم خالق هستی ما را در بهترین شکل آفریدند و به ما نعمت گوش و چشم و زبان ارزانی داشتند و به ما راهای تعلم و فراگیری را یاد دادند الله سبحانه تعالی در آیه 23 سوره الملك میفرمایند قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون بگو اوست که شما را آفرید و برایتان چشم و عقل قرار داد شما بسیار عندك شكر جزاريد و در آیه نهم سوره البلد میفرمایند الم نجعل له عينين ولسان و وشفتين آیا ما برای او دو چشم و زبان و دو لب قرار ندادیم؟ یکی از وظایف متعدد زبان ابراز, و بیان احتیاجات و همچنین رساندن معلومات به دیگران از طریق نطق و سخن گفتن می باشد الله سبحانه تعالی در آیه اول تا چهارم سوره الرحمن می فرماین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الرحمن قرآن را به انسان یاد داد مراد فهم و درک قرآن را برای انسان آسان ساخت رحمان قرآن را به انسان یاد داد انسان را آفرید و به او نطق و سخن گفتن را آموخت معبود بر حق انسان را امر کرده که مراقب سخنان و گفته های خود باشه یعنی هر کدام از ما بایست اینگامی که سخن میگیم صحبت میکنیم در هر جا و در هر لحظه مراقب سخنی که از دهان ما خارج میشه باشیم هم همان گونه که بایستی مراقب اعمال خود باشیم یا به عبارت صحیحتر سخن ما جزئی از اعمال ما هستند سخنانی که ما بر زبان میرانیم رو ما بایستی از اعمال خودمون بپنداریم اعمالی که در فردای قیامت برای ما سواب خواهند داشت و یا ممکن است که ولی بالله برای ما عقاب رو به دنبال داشته باشند الله سبحانه تعالی در سوره قاف آیه 18 هم میفرمایند ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید یعنی انسان کلامی رو سخنی رو بر زبان جاری نمی سازه مگر اینکه مراقبی آماده برای نگاشتن نزد اوست هر سخنی که باشه به مجرد اینکه از زبان انسان خو... از دهان انسان خارج شد برای او نوشته میشه حالا اگر خیر باشه سخنی نیکو باشه برای او حسنه و ثواب نوشته میشه اما اگر سخن بد باشه غیبت کردن کسی باشه آزردن دل شخصی باشه کذب باشه برای او ولی از بالله گناه خواهد نوشته شد پس بایستی بدونیم که, اعمال... که سخنان ما جزئی از اعمال ما هستند این رو ما نباید فراموش کنیم بسیاری از ما فکر میکنیم اون چیزی که در فردای قیامت در قبال اون مورد معاخذه قرار خواهیم گرفت اعمالی است که ما انجام میدیم اگر اعمال خوب رو مانند نماز خواندن و روزه گرفتن و به حج رفتن میپنداریم و اعمال بد رو مانند دزدی و شراب خاری و اینجور گناهان اما بسیاری از ما یا معظم ما سخنان خودمون رو جزی از اعمال خود نمیپنداریم و این مسئله بسیار بعد این مسئله بسیار بد که ممکن است در فردای قیامت عواقبی بسیار خطرناک برای ما در بر داشته باشه همان گونه که این شبهه برای برخی از صحابه نیز پیش اومد برای برخی از صحابه نیز پیش اومد هنگامی که معاذ رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواند که ایشون رو نصیحت کنند پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب به ایشان میفرمند که ای معاذ مراقب زبان خودت باش مراقبه زبان خودت باش معاذ از این فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجب میکنن تعجب میکنن میفرمایند که و اینا لم آخذون بی ما به رسول الله مگر ما در قبال سخنی که بر زبان جاری میسازیم نیز مورد معاخذه قرار خواهیم گرفت تعجب کردن ایشون ایشون فکر نمی کردن که سخن انسان در فردای قیامت برای او خیر و یا شر در برداشته باشه رسول الله صلی الله علیه بشنویم که ایشون را و تمامی مسلمانان را چگونه ارشاد میفرمند در رابطه با این مسئله مسئله این که انسان سخنان خودش رو جزی از اعمال خودش بپنداره فرمودن رسول الله صلی الله علیه سکلت که امک یا معاذ این ای رو ترجمه کنیم به قول معروف مادرت به داغت بشینه البته این به صورت در جامعه به صورت عرف در جام استفاده می منظور از آن دعا بر علیه کسی نیست و هل یکب الناس ناس فی النار علی وجوههم او علی مناخرهم یوم القیامت الا حصائد و السنتهم و آیا چیزی جز نتیجه سخنان انسان در فردای قیامت او رو وارد جهنم خواهد کرد؟ این قدیل مسئله مهمه در حالی که ما می‌دونیم آری های زیادی وجود دارند که بسیار از انسان را در فردا قیامت جهنمی خواهند ساخت اما رسول الله صلی الله علیه سلم به این گونه ما را این گونه ما را مرتجی مسئله میکنند که زبان یکی از بزرگترین مسائلی است که انسان که خیلی از انسان را در فرد قیامت جهنمی خواهد ساخت به این درجه که بقیه گناهان در, مق... در مقابل گناهانی که توسط زبان کسب شدن هیچ نیست به که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرد که مگر چیزی جز زبان انسان در فردا قیامت او را جهنمی خواهد ساخت بدین صورت نتایج سخنانی که انسان بر زبان رن در فردا قیامت برای بسیار از انسان ها این این نتیجه رو به دنبال خواهد داشت که آنها را جهنمی خواهد ساخت و یاز بالله پس ای برادران عزیز خواهران گرامی متوجه خطورت این مسئله باشیم و سخنان خودمون رو صحبت خودمون رو با دیگران جزی از اعمال خودمون بپنداریم که اگر سخنانی نیکو باشند یعنی عملی نیکو برای ما ثواب در بار خواهد داشت اما اگر سخنی بد باشد یعنی عملی بد انجام دادیم و در فردا قیامت در قبال آن مورد مؤاخذه قرار خواهیم گرفت و در فرمایش دیگر ما می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و در مورد جایگاه و اهمیت سخن گفتن در سعادت و یا شقاوت شخص میفرمایند که که چه بسا شخصی جمله نیکو بر زبان میراند و به آن کوچکترین اهمیتی نمیدهد اما همین جمله برای او رضایت الهی را برمغان می آورد جمله ای رو میگه دل کسی رو شاد میکنه به کسی کمک میکنه همین یک جمله باعث میشه که رضایت الهی رو کسب کنه و میفرمایند و شخص دیگری سخنی ناپسند میگوید دل کسی را میشکنه پشت سر کسی غیبت میکنه به کسی بهتان میزنه و شخص دیگری سخنی ناپسند میگوید و با این سخن خشم و غضب الهی تا فردای قیامت به همراه او خواهد بود آری بینندگان عزیز این هست جایگاه و مقام سخن در دین مبین اسلام به همین منظور نیز بوده که ما تصمیم گرفتیم در برنامه های این دوره از خود به این مسئله بپردازیم به آداب سخن گفتن و با برخی از این آداب آشنا بشیم و اونها رو در زندگی روزمره خود با آنها عمل کنیم اولین ادبی رو که ما انتخاب کردیم و میخوایم اون رو ذکر کنیم در برنامه خودمون کم سخن گفتن هست کم و اندک سخن گفتن مگر در صورتی که حاجتی وجود داشته باشه احتیاجی و ضرورتی وجود داشته باشه ما این مسئله رو حتی در زبان فارسی نیز داریم این ضرب المثل را داریم که میگوید کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زنده تو جهان شود پر در این رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی که اون رو ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت هر کدام از شما که به الله سبحانه وتعالى و تعالی و فردای قیامت هر کسی هر کسی که به الله سبحانه وتعالى و تعالی و فردای قیامت ایمان داره یا بایستی سخنی نیکو و مفید بگه به اینکه بایستی ساکت بنشینه بایستی ساکت بنشینه پس سخنی که انسان مؤمن و مسلمان بر زبان میرانه یا بایستی سخنی نیکو باشه سخنی مفید باشه و با اینکه از سخن گفتن دست بکشه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید ما رأیت احوج الی طول السجن من لسان من هیچ چیز رو سراغ ندارم که احتیاج به در بند بودن داشته باشه احتیاج به در زندان بودن داشته باشه مانند زبان بایستی اون رو در زندان نگه داشت بایستی زبان را در زندان نگه داشت و به اندازه حاجت به اندازه ضرورت سخن گفت سخنی باشد نیکو سخنی باشه مفید سخنی باشه که رضایت و خوشنودی الهی رو به دنبال داشته باشه و پسر اموی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن عباس رو میبینیم که خطاب به زبان خودش میگه ویحک قل خیرا تغنم اوسکت عن سو تسلم و الا فعلم انك ستندم یعنی وای به حالت سخن نیکو بگو که در این صورت غنیمت میبری اجر و ثواب میبری یا اینکه سخن بعد نگو یعنی ساکت بنشین سخن بعد نگو که در این صورت در سلامت هستی نه اجر و ثواب کسب کردی و نه معصیت اما اگر به هیچ کدام از اینها جامعه عمل نپوشید یعنی نه سخن نیکو بگی و نه از سخن گفتن های سخن های, های بد دست بکشی و الا فعلم انك ستندم بدون که در این صورت در فردا قیامت پشیمان خواهی شد بدون که در فردا قیامت پشیمان خواهی شد سخن ابن عباس ویحك قل خيرا تغلم اویسکت عن سوء تسلم و الا فعلم انك ستندم همه گونه گفتم در زبان فارسی نیز ما این مسئله را داریم که میگوییم کم گوی و گزیده گویی چون دور تا ز اندک تو جهان شود پر انسان بایستی بایستی سخنانی که بر زبان میاره سخنانی باشه نیکو سخنانی باشه مفید که در فردای قیامت برای او اجر و ثواب در بر داشته باشه و اینکه انسان عادت بده خودش رو به زیاد صحبت کردن این مطمئنا در نهایت او رو به بیراهه خواهد کشاند او رو سبب خواهد شد که غیبت کسی رو بکنه یا پشت سر کسی نمامی بکنه به همین خاطر در دین مؤمن اسلام گفته شده که علما میگن که انسان بایستی همواره زبان او پشت عقلش قرار داشته باشه یک انسان مؤمن زبانش پشت عقلش قرار داره هنگامی که میخواد سخنی رو بر زبان برانه اول از عقل او رد میشه اگر عقل او او را پس این سخن رو پسندید سپس بر زبان انسان جاری میشه اما یک انسان منافق یک انسان معصیت کار زبانش جلوی عقلش قرار داره سخنی رو بر زبان جاری میسازه سپس در مورد اون فکر میکنه سپس در مورد اون فکر میکنه و در بسیاری از موارد این نیز هست که برای او ندامت و پشیمانی به بار میاره وقتی که سخن از زبان خارج شد شنیده شد سپس می که ای دل غافل چرا من چه صحبتی را کردم چرا همچین, همچین صحبتی را کردم اما این انسان مؤمن و مسلمان نخست در مورد سخن خودش فکر میکنه سخنی میگه نیکو و پسندیده اگر سخنی نیز نداشت ساکت میشینه تا حداقل برای خودش گناه کسب نکرده باشه این اولین ادبی بود که همگی ما باید به توجه کنیم و در زندگی روزمره خودمون به اون جامعه عمل بپوشانیم آداب دیگری نیز وجود داره که ما متاسفانه به علت اتمام وقت برنامه امروز نمیتونیم اونها را ذکر کنیم ان در برنامه آینده به ذکر اونها خواهیم پرداخت و آخر دعوانا سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته